بسم الله الرحمن الرحيم حديث هشتم حرمت خون مسلمان ومولئه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند امر شده ام که با مردم بجنگم تا آنکه گواهی دهند که نیست معبودی بر حق به جز الله و اینکه محمد فرستاده الله است و نماز را برپا دارند و زکات بدهند. پس هرگاه این کار را بکنند از من خونها و مالهای خود را باز دارند مگر به حق اسلام و حساب آنها بر الله تعالی است. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. فایده های حدیث. فایده اول، امر به جنگیدن تا حاصل شدن دو شهادت و نماز و زکات. فایده دوم، اضافه فعل بر قول از روی فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند پس هرگاه این را کردند و آن چیزی که پیش از این ذکر شد دو شهادت بود و آن دو قول است. فایده سوم، اثبات حساب بر عملها در روز قیامت. فایده چهارم، البته کسی که از پرداخت زکات دست کشد برای نپرداختن آن به او جنگیده می شود تا که آن را پرداخت کند. فایده پنجم، البته کسی که اسلام را آشکار کند از او قبول کرده می شود و امر باطنش به الله سپاریده می شود. فایده ششم، بین این دو شهادت وابستگی سخت است و یک جای بودن این دو ضروری است. فایده هفتم، بیان بزرگی شأن نماز و زکات و نماز حق بدن است و زکات حق مال است. الله سبحانه و تعالی به همه ما باطنن و ظاهرن عمل کردن را نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.